در طول چهاردهی که از عمر سپاه پاسداران میگذرد تضاد این نهاد با آمریکا به معروفترین ویژگی آن در سطح جهان تبدیل شده با وجود این گردانندگان سپاه پاسداران در مقاطعی از عمر چه ساله این نهاد با دولت مردان آمریکایی تماس های پنهانی برقرار کردند تعاملاتی که در اغلب روایت های رسمی حکومت از آن صحبتی نشده و در تاریخ سپاه سانسور شده در مورد این بخش بخش ناگفته از عملکرد سپاه در چهار دهه اخیر گفتگوی دارم با همکارم حسین باستانی آقای باستانی از این همکاری ها و تماس های پشت فرده چه میدونیم؟ ببینید بخش های متنوعی داشته بخش های از اینها کلا از تاریخ رسمی تاریخ نگاری رسمی جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده بخشای دیگه هم بوده که خب به صورت گزینشی گفته شده شاید از بین کل روابط پنهانی که در جمهوری اسلامی با ایالات متحده برگزار شده معروفترینش در سطح افکار عمومی ماجرای معروف به مکفارلن بوده یعنی سفر مکفارلن به ایران در سال 65 خب اون چیزی که در افکار عمومی و روایت های رسمی جا افتاده اینه که انگار بعد از سفر مکفارلن به تهران که خب به نتیجه نمیرسه چون در سطحی میخواسته مذاکره کنی که اون سطح اتفاق نمیفته در اوج جنگ ایران عراق در اوج جنگ ایران روایت رسمی انگار این بوده که بعد از اون دیگه روابط محرمانه دو کشور قطع میشن در حالی که اینطور نیست بعد از اینکه مکفارلن در واقع چهار خرداد 65 به ایران میاد و تا هفت خرداد میمونه و بعد میگرده و حالا اونطور که میخواسته داستان پیش نمیره کانال دومی کانال محرمانه دومی بین ایران و آمریکا شروع میشه که این بار یک طرفش سپاه پاسداران قرار داشته. حتی اون چیزی که در سطح افکار عمومی به غلط جا افتاده که مک فارلن وقتی میاد یک انجیل امضا شدهی رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا هم با خودش میاره در واقع اینطور نبوده. اون انجیل امضا شده در اواخر مهر 65 میاد. مک فارلن خرداد میاد، اوایل مرداد 65 میاد. اواخر مهر 65 و از طریق کانال سپاه میرسه دست هاشمی رفسنجانی در خاطرات هاشمی رفسنجانی یک اشاره شده در 25 مهر 65 ش خاطرات 25 مهر 65 ش که میگه آقای رضایی و آقای مهدی نجاد اومدن و در واقع این انجیل امضا شده را آقای مهدی نجاد داد مهدی نجاد اسم مستعار یا سازمانی فریدون وردی نجاد بوده که در اون زمان معاون در واقع اطلاعات سپاه پاسداران بود و اینها در واشنگتن رفته بودن انجیل رو گرفته بودن صحبت کرده بودن برگشته بودن به تهران بعد سه ماه بعد از سفر مکفالن در واقع حتی این کانال دوم تا اونجا پیش میره که حتی سفری به واشنگتن هم داشته و در اونجا مذاکرات ادامه میده حتی بعد از اینکه در دوازده ای آبان 65 یک نشریه لبنانی اشرا ماجرا رو لو میده و بعد فرداش آقای رفسنجانی مجبور میشه بیاد و در یک سخنرانی اعلام بکنه که سفری به تهران صورت گرفته و چیزهایی رو در موردش بیان بکنه روایت علات حس... یک جانبه رو در موردش بیان بکنه حتی بعد از اون هم این کانال سپاه ادامه میده به مذاکرات محرمانش با آمریکایی ها و حتی در دی 65 ملاقات دیگری در ژنو رخ میده در مورد چی این کانال های این تماس ها برای چیه برای خرید اسلحه بود یا برای اینکه ایران بتونه اسلحه بگیره از آمریکایی ها که خب در جنگ به شدت احتیاج در عوض گروگان های آمریکایی آزاد بشن بحث گروگان ها البته در زمان آزادی گروگان ها در مقابل دریافت اصله های آمریکایی بله. صحبت این بوده صحبت این بوده در زمان رئیس جمهور بعدی ایالات متحده یعنی جورج بوش پدر هم باز این مذاکرات محرمانه ای ایران و آمریکا در موضوع گروگان های آمریکایی در لبنان چون ما داریم راجع به گروگان های آمریکایی در لبنان صحبت می‌کنیم که تتمشون به حالی باقی مونده بودن هنوز در لبنان کم هم نبودن باز این مذاکرات ادامه پیدا میکنه این کجا بود ببینید خب در سال 87 یک مستندی از شبکه دو بی بی سی پخش شد به نام ایران و غرب توی اون آقای محسن رضایی جلوی دوربین این چیزا رو میگه توضیح میده که در واقع خب البته قبلا خب ما اینها رو میدونیم که سازمان ملل میانجیگری روش انجام میده و حتی دبیر کل میاد تهران با آقای رفسنجانی ملاقات میکنه و اینها ولی برای اینکه این گروگان ها آزاد بشن شخص آقای محسن رضایی وارد صحنه میشه که اینها رو جلوی دوربین در اون مستند میگه میگه من یکی از فرماندهان سپاه رو فرستادم به لبنان برای اینکه در واقع فشار بیاره که حزب الله اینها رو آزاد بکنه گروگان های آمریکایی رو در حزب الله کسانی به شدت مخالف بودن حتی به محل اقامت این فرمانده آر پی زدن برای اینکه فراری در واقع او رو فراری بدن از لبنان و برگرده به تهران ولی من فشار آوردم که میمونی و گروگانا رو آزاد میکنی و نهایتا همه اون گروگانا آزاد میشن اگرچه این فقره هم به نتیجه نمیرسه یعنی اون معامله که ایرانی ها انتظار داشتن که در ازاش مثلا دارایی های مسدود شده یا ایران دارایی های ضبط شده ایران آزاد بشه به دلایل مختلف این به نتیجه نمیرسه خیلی کوتاه موارد دیگه ای هم بود ببینید خب غیر از یک همچین موضوعاتی در جاهای هم بوده که خب ایران و آمریکا اومدن همکاری هایی رو علیه دشمن مشترک انجام دادن که در طیفی از اینها سپاه درگیر بوده شاید باز بین اینها معروفترینش ترینش بعد از 11 سپتامبر باشه یعنی بعد از 11 سپتامبر که در واقع ایران و آمریکا همکاری کردن علیه طالبان در افغانستان در اون قضیه هم به حال پای اصلی قضیه یعنی مؤثرترین قسمت داستان سپاه قدس بوده در همین اسفند گذشته مستند دیگری از شبکه چهار بی بی پخش شد به نام مرد سایه که راجع آقای قاسم سلیمانی هست ولی در بخشی از اون رایان کروکر که خب سفیر سابق آمریکا در افغانستان بوده عراق بوده سوریه بوده و دیپلماتی بوده که در اون زمان درگیر داستان بوده توضیح میده جلسه ای که با یکی از مسئولان سپاه قدس داشته همکاری اونها در این حد بوده که در واقع نقشه از افغانستان رو جلوی آمریکا میذارن و رو نقشه شروع میکنن توجیه کردن که کجاهای خاک افغانستان رو شما باید بزنید که اونجا محلهایی هستش که موثرتر است در مورد طالبان و آقای کروکر میگه که من در پایان جلسه گفتم من میتونم نوت <تص> فردارم گفت نه اصلا نقشه برای شما بردارید یعنی در این هدینه همکاری میکنن و همکاری های دیگری هم به هر حال در جاهای دیگه در بوسنی در عراق به صورت البته غیر مستقیم صورت گرفته بین سپاه و ایالات متحده مطلبی امشب در سایت بی بی سی منتشر خواهد شد در مورد همین به نام در واقع مروری بر روابط محرمانه سپاه آمریکا سایت بی بی بیشتر توضیح خواهد داد حسین خیلی ممنون حسین باستانی اینجا همکار من BBC, I believe it's CFRC.